یادم یه نمایشگاهی تشکیل دادیم، گفتیم خب نقش ماشین سازی در زنگ چی بود؟ من دیدم کل توپ‌ها و خمپاره‌های حساس و دقیقی که تو جبهه می‌زدم و به هدف می‌خورد دیگه اون لوله رو نمی‌ترکند و فلان، همه ساخت ماشین سازی تبریز بوده. صنعت خودروسازی من رو ساپورت میکنه، صنعت نفت ما رو، صنعت هوافضای ما رو، صنایع نظامی ما رو، صنایع حتی نساجی ما رو. جزء مثلا 10-12 کشور نخست دنیا بودیم که داریم دستگاه های پنج میوره میزنیم. این تأثیرش میتونست چی باشه توی صنعت؟ اینا هر چقدر تعداد محور یه ماشین CNC بالا بره دقتش بیشتر میشه. ماشین سازی کارخونه کارخونه سازه. اینجا چیپس و پفک نمک و بیسکویت تولید نمیکنه. اینجا حتی خودرو تولید نمیکنه شما سوارش بشید. اینجا خودرو سازی رو تولید اینجا خودرو سازی رو تولید میکنه. اینجا ماشین افزار تولید میکنه. شما میبرید کارگاه های مختلف، کارخونه های مختلف و هر ماشین که اینجا تولید میکنه برای چند نفر اشتغالزایی داره. با این اوصاف که شما دارید میگید ماشین سازی رو تحریم نکرده بودن؟ بله، ببینید در رابطه تحریم ماشین سازی جز اولین شرکت ها بود که تو لیست تحریم اومد. خانم کلینتون میره پیش آقای داسیلوا رئیس جمهور برزیل، هست مدارکش اینجا، و میره اونجا به آقای داسیلوا بگه شما ماشین هایی که میدید به ماشین سازی اینا تو صنایع فضایی و اتمی ایران کاربرد داره، اینا رو ندید به اونا. این تاریخش 28/2011. نه این با شما نگاه کنید. آها این گزارش کلینتون بود. بله گزارش کلینتون خودشه. من صحبت هایی که با داسیلوا کرده. اون مال چیست؟ خانم مال برزیل. این شمارهشه.